مرغ پرورش میدادم. اون موقع تخم مرغ دونه سیشه ای بود، منم عاشق تخم مرغ. بله. تخم مرغ رو می آوردم خونه، دونه 2000 می فروختم به مادرم، بعد خودم می خوردم. اون موقع ایشون کاسه بود، خوب کاسه بود. روی استاد بسیم. مادر ایشون که واقعا یک فرشته به تمام معنا بود. من یوسف سپهپور هستم، فرزند مرحوم جهانگیر سپهپور، متولد سال 1331. محل تولدم هم امریکا بوده. اون موقع مرحوم پدر و مرحوم مادر که اونجا با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن، منم به دنیا میام. بعد 16 ماه هم بوده که میایم ایران. من بچه اولشون بودم، 3 تا برادری ما، بعد یه دونم خواهر ناتنی حسن. بله. اسمشون اگه برادر وسطی مجید سپهپوره، برادر کوچیکی داریوش سپهپور و خواهرمون سوگلی. اون موقع توی خانواده با توی یه حیاتی بودیم توی خیابون فرهنگ، امیریه فرهنگ، که اونجا با پدر بزرگ و مادر بزرگ بودیم. عمومم خونش اونجا بود. به قول معروف همه توی یه حیات بودیم. اونجا ما خونه اولمون بود و بزرگ شدیم. بعد من کوچیک بودم، یه پسر جوان که با مرحوم پدر بزرگم سرهنگ یوسف سپهپور باهاش میرفتم دهش که مرادآباد بود، اونجا میرفتیم و بعضی وقتا میرفتیم امیرآباد شهریار. متولی اونجا بود و میرفت بیمارستان امیرآباد و سر میزد. اونجا که زندگی میکردیم، من همراه با پدر بزرگم میرفتم مرادآباد. اونجا مشغول گوسفند، گله گوسفند داشت پدر بزرگ به اضافه گاوای رسمی. اونجا باش میرفتم و میومدم. از اون موقع من علاقه‌مند شدم به قول معروف حیوانات. پدر اونجا شروع کرد. بعد از پدر بزرگ با گاوای خارجی سال 38 که من حدود 7 سالم بود که وقتی این نژادا رو از امریکا آوردن ایران که ببینن اینجا پا میگیرن و با آب و هوای اینجا سازگار هستن یا نه. مدرسه رو من دبستان جهان تربیت رفتم تا دبستان اونجا بودم. بعد از اون رفتم هدف زمیمه 1 که از سال 7 و 8 و 9 هدف بودم. بعد رفتم امریکا برای ادامه تحصیل. دیپلمم با امریکا گرفتم و دانشگاهم اونجا رفتم. میشه 1350 بعد چیز کنم. 16 سالم بود که رفتم امریکا. بعد اونجا دانشگاه و بعد یه مدت هم توی دامداری کار کردم. حالا بعد دامداری مال یه خدا بیامرز آقای رافسمایر بود که با پدر کار میکرد و تلیسه آبستن میفرستاد ایران، که پدر رابطه اون بود و دامدارای ایران. تحصیلاتتون تو حوزه همین دامداری کشاورزی بوده؟ بله، دامداری. اونجا اون یه دوره تجربی بود برای که با دامپزشک اونجا کار میکردم یاد بگیرم که به قول معروف حیوان اگه مریض میشه داروهای درمانش چجوریه، یا شاخش رو میخوام ببرن نگاه میکردم یاد میگرفتم. اونجا با آقای خدا بیامرز رافسمایر بود که بعد از اینکه دیگه فروش تلیسه به ایران دیگه نیازی نبود، چون انقدر تلیسه آمده بود که اینجا گاوداری‌های صنعتی پا گرفته بودن که الان ما خودمون فروشنده تلیسه هستیم به اضافه همکارای دیگه. اینکه اونجا نخواستید ادامه بدید اون کار رو، یعنی اینجا رو ترجیح دادید، این دلیلش چی بود؟ فرهنگ این مملکت رو من ترجیح میدم به فرهنگ اون طرف. اونجا خانواده اینطوری که ما اینجا دور هم هستیم اونا نیستن. من 3 سال
اولی رو که رفتم اونجا دبیرستان خونه دایم زندگی میکردم و دیدم زندگی که اونا دارن که دایم امریکایی بود اینه که اون زندگی رو من دیده بودم. بعدم این همه سال که اونجا بودم خانواده اونطوری که توی فرهنگ ما هستش اونجا نیست، اینه که اینو من ترجیح دادم به اون. رجوع پدر بله، از برادرش بگیم، پدرش بگیم، خود مرحوم پدر آشنا بشیم. پدر متولد سال 1308 بود، بعد سال فوتش هم 1373. بعد پدر عاشق دامداری بود، بعد همراه با برادرش ایرج سپهپور که با هم خیلی نزدیک بودن و به قول معروف جای همدیگر رو پر میکردن، یکی میرفت سفر برادر کمک بود. بعدم قبل از اینکه بیان این سپهان و زرنان رو تأسیس کنن تو مرادآباد چیز بودن، دامداری با هم بودن که بعد پدر از اونجا بلند میشه میاد میره نصیرآباد جاده ساوه با خدا بیامرز آقای اصغر اخوان که ماسبندی داشت تو تهران به اضافه حاج سید احمد افسر حسینی، اینا با هم اونجا شریک بودن نصیرآباد و یه مدت اونجا بود. بعد از اونجا سال 48 آمد دامپروری زرنان رو تأسیس کرد. بعد مرحوم عمو ایرج سال 52 آمد شرکت سپهان که این دوتا دامداری داخل یه چهار دیواری کنار هم دیگه به کار پرورش دام و تولید شیر. جالبه اینو نمیدونستم کجا آشنا شدیم. بله، ما توی یه رستورانی بود به نام آقای کوروش خزایی کوروش خزایی در لندن. بله، من با دوست و رفقات اون رستوران وارد شدیم. بعد آقای سپهپور و ها رو اونجا دیدیم، دو تا برادر با هم بودن، جهانگیر و ایرج، و از اونجا بلافاصله ما رسیدیم، خب سلام علیک کردیم و ما گفتیم من اسمم این است و اونام گفتم این است و این خیلی خیلی محکم شد. عمو ایرج خدا بیامرز و پدر جفتشون دامپروری خونده بودن. عمو ایرج خدا بیامرز بیشتر کارهای دولتی داشت که تو بانک کشاورزی و حیدرآباد کرج با اساسه تحقیقات دام بود اونجا که عمو اونجا یه مدت فعالیت داشتن. بعد از اونجا آمدن سپهان رو تأسیس کردن، هم شرکاشون هم دوستا و رفیقایشون خودشون بود. با ایرج و جهانگیر بهشون عرض کردم تو لندن اولین استارت آشنایی ما تو یه رستوران با این دوتا بزرگوار بود. خیلی جالبه اینقدر عمیق میشه، ما خیلی کم میبینیم، چون که خیلی دوست داشتنی هن. اصلا منحصر به فرد بود ایرج و چند تا برادر بودن. بله، اما اون چند تا برادر به پای این دوتا برادر جهانگیر و ایرج اونای دیگه مطلقا نرسیدن، یا آدم های خاصی بودن برای خودشون چند تا دیگر، اما این دو نفر مخصوصا ایرج آدم خاصی، اصلا یه فرشته بود که اون هم یه آدم موجود خاص در مقابل رفاقت و دوستی و صمیمیت کم نمی آورد. خاطری از آقای رئیس سپهپور دارم که اینو یک بار دیدم، اینجای جیبش یه دونه چک سفید بود، یه دونه چفه با مداد موجودی این چک پشتش نوشته و یا روش نوشته بود یادم نیست. اگر من مراجعه می کردم یا دیگری فرق نمی کرد، من شاهد بودم یه کسی مراجعه کرد رقمی رو خواست از ایرج، این بلا فاصله چک رو در برد موجودی رو نگاه کرد گفت دوست عزیز برادر من رفیق من موجودیم اینه، همش میکشید میگفت حد توانی من اینه. گفتم ایرج چرا این کارو میکنی؟ گفت میدونی برای چیه؟
این چیزیست که سوای از زندگیمه، میتونم خرج کنم، میتونم ببخشم، اما به اونورا نمیام از اون شرکت، از اون مبلغا دست بزنم. اینو الان میدم به این آقا به نام قرض، اما این در راه بیرون اینو خط زدم. گفتم چرا؟ گفت مطلقات دیگه روش حساب نمی کنه، این پول برگرده دست من. تمام شد. این موضوع تکرار می شد، پولی که مربوط به از سهام اون تشکیلات اون شرکت و به اون عظمت، یه مقداری همیشه ایرج عزیز پول مازاد توی این چکی که می داشت اینجا برگ چک جیبش داشت و همیشه معادل اون کمک میکرد همون بود، خرج میکرد همون بود. چیکار عجب کردیم؟ آره آره، این هم خاطراتمون بود از ایرج سپه. پدر سال 73 چرا فوت کردن؟ مشکل ریه و قلب داشته که به خاطر آلودگی هوا دود و اینا اذیتش رو میکرد که اکسیژن استفاده میکرده. اینه که توی امریکا هم فوت کردن. سنی هم نه؟ 60 و چند ساله؟ نه 65-6 سال. 65-6 سال. وقتش نبود اصلا. این آسیبه خیلی اذیتش بود. همون جا هم دفن شدن؟ بله، کنار مادرم. خبر جهانگیر خان کی به شما داد؟ خبر جهانگیر خان یه چیز دادن ایرج خان داد. دادگار اینجوریه گو که من گرگ افتادم، گو عباس کسونه؟ گفتم نه، که من ندادم کسی. خبری بعدی بود، دیگه رفتم خونه و بیبانی اومدم و بیبانی منو بغل کردم، خیلی ناراحت گریه میکردم. گو من بعد در که به شناس خانم گو عباس کسی نگفته من مشت عباس، ایرج میگو مشت عباس، ولی جهانگیر تا مشت همو عباس میگفت. و یک انسان واقعا قابل احترام، یک انسان والا، یک نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت، خلاصش. مادرم با پدر که ازدواج میکنه میاد اینجا، توی معلم بود، زبان انگلیسی رو به افسرای راهنمایی رانندگی انگلیسی یادشون میداد. بعد یه مدت اونجا کار کرد، بعد به قول من یه کمکم بود به مرحوم پدرم که پدرم بتونه پا بگیره با کاری رو که علاقه داشت، که دامپروری بود. در که اونجا ازدواج کردن؟ پدر اونجا ازدواج کردن. خانومشون، از خانومشون بگید، ازدواجشون بگید. خانومش که مادر من میشه امریکایی بود، پدر مادر مادرم مهاجرای آلمانی بودن به امریکا، که حالا عکسش هم دارم نشونتون میتونم بدم. پدر بزرگم اونجا کشاورز بود تو امریکا. بعد من یه چند دفعه اونا رو دیدم تابستون که میرفتیم، ما بچه بودیم که مادرم میرفت به پدر مادرش سر بزنه، ما همراهش بودیم که اونجا یه به قول معروف آشنا شدیم باهاشون توی یه شهر، نمیتونم بهتون بگم، یه حالت دهات مانند بود که یه حدود 50-60 نفر اهالی اون ده بودن که پدر بزرگم اونجا چیز میکرد. بعد مادر بزرگ میشه و با برادراش میان شهر لینکون نبراسکا، که اونجا وقتی که دانشگاه میرفته با پدر آشنا میشه، بعد ازدواج میکنن. و اذیتش نکرد از اون فرهنگ به این فرهنگ؟ خیلی سخت بود چون زبان فارسی رو بلد نبود. اون اولش که میاد، حالا چون عموام انگلیسی بلد بودن، اینطوری یه راه میفته و بعد زبان فارسی رو مسلط میشه بهش، خیلی قشنگ فارسی صحبت میکرد. خاصه اونطوری با این فرهنگ آشنا میشه، بعدم می اومد و میرفت اینجا را مثل کشور خودش میدونست. و چیزی که یا هیچ فراموش نمیکنم، میگفتش که پیری چقدر بده.
اون جوان که بود خیلی فعال بود، اینه که توی اصل چهار و اینا که اصل چهار این چیز بود که مال ترومن بوده، مثل که بیان کشورهای به قول معروف عقب افتاده را کمک کنن بیارن جلو، که ما در چون ارتباط داشت با اونا روی همین آوردن این نژادهای گاو خارجی هم تونست یک کمک بزرگی حالا به کشور بعد به پدر باشه. مادر کی فوت کرد؟ مادرم حدود 10 سال پیش. به دلیل؟ سنشون بالا بود، آلزایمر داشتن، بعد دخترم که اونجا هستش مواظبش بود، بعد بردنش خونه سالمندان، بعد از اونم دیگه همون امریکا فوت کردن؟ بله. همونجا هم دفن کردن؟ بله. خاصیت که مادرم داشت اینجا، حالا غلام الان گفتش یادم اومد، این خانم کارمندای اینجا اگر کسی مریض میشد مادر کمکشون میکرد که دارو چی بخورن و دستشونو میگرفت. دانشگاه که میرفتم با یه دختر خانمی آشنا شدم و ازدواج کردیم، یه دخترم از اون ازدواجم دارم. من پیشنهاد دادم ازدواج کردیم و این بچه اولم بود که الانم دو تا نوه از اون دارم که ماشاءالله الان نوه بزرگه دانشگاه رو امسال شروع میکنه. حاصل ازدواجتون چند تا بچه بود؟ یه دونه. ازدواجم حدود 2-3 سال بیشتر دوام نیاورد، بعدم به قول معروف تجربه بود برام. اسمش نزیه یاسمن سپهپوره که الان مشاوره توی دانشگاه تو ایالت نبراسکا تو دانشگاه، خواسته اونجا مشغوله و ازدواج کرده و دوتا فرزند داره. نوهاتون اسمشون چیه؟ یکی بزرگه ایونه، کوچیکم امی. بزرگه 17 سالشه، کوچیکه دورور 8 سال. نمیاد نوه 17 سالشه. زندگی سخت بوده. بعد اونجا میبینیشون نوه ها رو میبینی؟ بله با هم در تماس هستیم. میان اینجا؟ اینجا نیومدن، نه خیر. حالا نیومدن؟ نه خیر. اونجا بیشتر به زندگی اونجا عادت دارن، ولی تلفنی در تماسیم با هم دیگه. بعد اینکه برگشتم اینجا دوباره به قول معروف اون قدم رو برداشتم و ازدواج کردم. خدا رو شکر زندگی خوبی هم داری. چه سالی؟ 32-33 سال پیش. من ژاله اردلان هستم، متولد 1337. کجا متولد؟ تهران. از خانواده بگید چند تا بچه بودیم؟ من توی خانواده 6 نفره به دنیا اومدم. من بچه آخر هستم. پدرم ارتشی بود، تیمسار. مادرم خانه‌دار. اصلیتمونم به کردستان میرسه. منتها پدر بزرگ مادرم از کردستان اومدن به همدان. اونجا به قول معروف مهاجرت کردن و پدر مادرم زاده همدان هستن، ولی ما بچه‌ها همه تهران به دنیا اومدیم. چه سالی ازدواج کردید؟ سال 67. چجوری ازدواج کردید؟ جویی 1 سال قبلش از امریکا اومده بود ایران به واسطه یکی از دوستای من که با فامیل جویی ازدواج کرده بودن ما رو به هم معرفی کردن. 1 سال بعدش هم که ازدواج کردیم. خیلی خودش بود، خیلی آدم ساده و بی تکلفی بود. خیلی این کارش چیه؟ بله. مهریه‌تون چقدر بود؟ 100 تا سکه. گرفتین؟ نه خیلی. هنوز نگرفتین؟ نه خیلی. 50 تاشو بخشیدم، بقیهش هم مال خودت، نخواستم. خیلی آشنا نبودم با دامداری و اینا، ولی دیگه خودش که با هم آشنا شدیم برام صحبت کرد و که کارش چیه، و چون خیلی آدم اهل طبیعت و خیلی آدم ساده‌ایه دیگه، خیلی زمین رو دوست داره. جویی یه همچین تیپ آدمیه، عاشق کارشه، کارشو از ما هم بیشتر دوست داره. اینو واقعا میگم، چه روزایی و شبایی که من با 2 تا بچه کوچیک نصف شب بلند شد میرفت کشتارگاه و دیگه خیلی میتونم بگم اول کارشه بعد خانواده‌شه.
اینو صادقانه بگم. بله، حاصله این ازدواج؟ حاصله این ازدواج یه دختر و یه پسره که دخترم اسمش آمنه است، پسرم هم اسمش بهرامه. آمنه تو امریکاست، اونجا داره کار میکنه. پسرم بهرام اینجا پیش منه، راه منو داره ادامه میده، پروابندی میکنه اینجا، کمک به من. بهرام سپهپور هستم، متولد 22 مهر 72. تو همین ده از بچگی بزرگ شدیم، تو همین جوبه هست جلوی سر دفتر. همینجا من تابستون ها می اومدم گل و اینا جمع می کردم، دو تا آجر می ذاشتم، یه سد درست می کردم، این آور نگاه هم داشتم توش بازی می کردم. کامپیوتر خوندم دبیرستان، بعد رفتم آمریکا، اونجا مدیریت بازرگانی خوندم، بزنس منیجمنت خوندم. بعدم الان اینجا میاد یه به قول معروف گوساله از گاوداری میخره، گوساله نر، اینجا خوراکش هم از گاوداری میخره، پروابندی میکنه و میفروشه. کاری دیگه هم میکردم ولی چون دیگه عموام اینا همه رفته بودن، بابام دست تنها بود، یکم این فشار کار روش زیاد بود، سنش هم رفته بود بالا دیگه، به همین دلیل. ولی منبع درآمدش حاصل فروش دام خودش. از قدیم یه چشمه باربند و در اختیار مثلا کوچیک‌ترها میذارن که یه منبع درآمدی باشه واسه، که چه میدونم هی نگم پول تو جیب داده برم، یه حالت استقلالی پیدا میکنی. که من هم همونجوری شروع کردم، الان هم هنوز حرفه‌ای هم نیستم، همون پروابندی رو ادامه دادم که حالا نژاده مثلا انگس و اینا هم بعضی وقتا مثلا میگیریم میزنیم به گله که نژاد گوشتی هم روش کار دیگه. پذیرفتم چون دیدم انقدر واقعا عاشق کارشه، عاشق این کارگرایی که اینجا کار میکنن، واقعا همه مثل خانواده‌اش هستن. باور کنید که شب گاهی وقتا 9 شب 10 شب زنگ میزنه خانم یکی از کارگرا که مثلا فلان مشکل براش پیش اومده، و واقعا میگم این عاشق کارشه و اونا رو هم کارگرا رو هم مثل خانواده خودش میدونه، چقدر باهاش احساس راحتی میکنن که بهش وقت و بی وقت زنگ بزنن، حالا سوای کارهای توی گاوداری هر کاری از دستش بر بیاد براشون انجام میده. دلیلی که من به این دامداری علاقه‌مند شدم و با وجود شرایطی که داره، خب خیلی حاضر نیستن تو دامداری کار کنن با این شرایط بهداشتی فیزیکی داره، وجود خود آقای سپهپوره. انسانی بسیار بسیار مهربان، ساده، اصلا خلوصی داره که اصلا تعجب میکنی، تو هیچ آدمی معمولا نمیبینی، و عرقی که به کارگر و به کارش داره، علاقه ای که داره. شما تو هر سنت دیگه، من دامداری دیگه این رفتم مثلا ازشون خواستم آقا برای کارگر این حرکت رو باید بزنیم، این کار رو بکنیم برای سلامت کارگر، ترجیح میده اون هزینه رو صرف اموالش بکنه، هزینه رو برای سوددهیش استفاده بکنه، برای این کار استفاده نکنه. آقای سپهپور نه، ابدا، اولویت اول براش افراد هستن، کارکنانش هستن، سلامتی اونا، رفاه اونها، بعد درآمد خودش، سود خودش و خانوادش. فوق‌العاده انسان با مرامیه، بسیار بسیار آدم باسوادیه تو این حیطه، تمام واحدهای کاریشو بلده، چیه سر در میاره، تمام ایراد و نواقصشو خودش میتونه بگیره. این کمک بزرگیه، چون آدم همسرش شریکشه تو زندگی، شریک خوبم خیلی مهمه. ما هم دیگه گله‌ای نداریم. پدر بزرگ سرهنگ یوسف سپهپور بود که یکی از دامدارای سنتی ایران بود. اون موقع تو محل کارش، دامداریش، پرورش گوسفند داشت به اضافه گاوای رسمی، باغ انگور.
که انگورش تو میدون به اسم انگور سرهنگ معروف بود. انگور از نقاط مختلف ایران آورده بود، نوعای مختلف اونجا پرورش میداد. من اومدم یوسف‌آباد قوان. آها. اونجا ده مال سرش که خدایار اونجا هسته. امیرآباد و شوش و سالا. سر وقت اومدیم دیدیم آشنا شدیم دیگه، گفتن پدر منه چره؟ چره من. شما الان داخل دامداری قدیم سپهپور هستین. والا من متولد 1334 هم. شیش سال هم بوده، چهار سال هم بوده اومدم تو این ده. تا الان هم اینجا. اون موقع بوده اینا؟ آره بود، باغ بود، گاو میش داشت سرهنگ اون بالا و روزی که گاو هولشتاین رو وارد کردن اون پایین بود، بعد که به زایمان رسید اینجا و اینجا رو پر کردن و این برم پر گاو هولشتاین شد تا انقلاب شد و بعد از انقلاب هم که دیگه. یعنی همه این سالونا گاوداری بوده؟ بله گاوداری بود، سالون بود، اینا همه تا اون آخر سالون بود خراب کردن، اینا تا اینجا سالون بود. اون الان ملک دست کیه؟ ملک دست حرم امام. سرهنگ چهاردنگه یه ملکی داشت، یه باقی بود میگفتن باقی اعتماد، اونو داد به صاحب چهاردنگه. دو دنگه این زمین، زمین مال چهاردنگه بوده، دو دنگه اینجا رو از اونجا خرید 40 تومن 125 هکتار غیر از باغ. اینا رو خرید و خلاصه اون موقع من قشنگ یادم خیلی دره تپه بود، اینا همه رو با کارگر و با گاب زنبه و بعدا دیگه دید خیلی زیاده نمیشه با بولدیزر اجاره کرد و اومدن این زمین ها رو صاف کردن و شروع کردن به ساختن. اول این ساختمون رو ساخت، همونی که بالاش اومدیم. این خیلی آدم کنجکاوی بود که میرفت محلهای مختلف انگورا رو که میدید میآورد. اونجا توی مرادآباد هم یه بقولا یه باغداری داشت به اسم مشت اصلان خدا بیامرز که اهل انگورکاری و اینا بود که اینا کمکش بودن. بعدم گوسفند داشت که این گوسفند ها روزا میرفتن چرا، بعد از او بر میگشتن. بعد هیچ وقت یادم نمیره ایام عید از شهرستان ها براش بره میآوردن که این بره ها رو میداد به من برای شیرخاره که من با پستونک این بره رو بزرگ میکردم. بعد قاطی گله پدر بزرگ بود. شما 6-7 ساله و اینا کوچولو بودین شما؟ بله کوچیک بودم، بره رو میداد به من که اینطوری منو تشویق کنه به دامداری. اینجا دامداری رو اول اون بالا بود تو باغ، یه تیگه همون دیوار میوار نداشت، یه ملکی بود و خونه و کارگری و اونجا بود، یه چاله خیلی بزرگ بود، گاومیش نگر می‌داشت و اینا. بعد از گاومیش و چکنه بود بود مثلا گوسفندداری ها همه جمع می‌شدن می‌بردن و می‌چروندن، بعد اومدن اینجا رو درست کردن. اون ساختمون همون عمارتی که شما دیدی بله. اول اون رو درست کردن. اینجا باسکوش بود، اونجا موتورخونه بود، اونجا هم داد به آقای بهمن خان که دامداری واکنه که یه چند سال نگردش نتونست و ازش گرفت. دو سال دیدمش، اومدم تو باغ دیدمش، گفت بیا اینجوری کن. گفتم بیچاره شدم دیگه اندفه. گفت بابا جون کجایی؟ موقعی میگفت بابا جون فهمیدم که شنگوله دیگه. گفتم زیر سایه شما. گفت کجا کار میکنم؟ من کارخونه میرفتم، من اینقدر عشق ترکتور داشتم، گفتم بیکارم، کار ندارم جناب سرنگ. بیکار گفتم اون پارسال تالا بیکاری گفتم آره. گفت بیا برو به علی بگو یه ترکتور بده دیگه من این خرابکاری نکنیم. 6 سالم بود چی 5 سالم بود همینجا ما چیز میکنیم، بوغلمو داشت سرهنگ اینجا، من بوغلمو میکردم اینجا. من واضح میکنم هر موقع میمدن من اینجا تو دستبالشون بودم دیگه. جناب سرهنگ هم بچه هاشو جناب سرهنگ و همین جوی خان که نوه شونه اینا خیلی با ما اصلا رفیق بودن. حتی آقای سپهپور ایرج خان خدا بیمارش خیلی با من رفیق بود. تخصیت مولود خانون چجوری بود؟ میدونستی که دختر خدای خان؟ بله سلشکر خدای خان. بله دختر سلشکر خدایار خان بود. اینجا خواهرشون هم به حساب، یکی خواهرشون صاحب رشید آباد بود، نمیدونم اون چی بود ولی میدونم که خواهر ملک، ولی هیچ کدوم ملک خانم و زن آقای بحرینی نمیشدن. اونم خیلی خوب بود. اون اسمش چی بود؟ اونم به خدا یادم میاد، رفت اونجا سر خاکشون که همونه اینجوری بود. ملک خانم خیلی خانم خوب بود، یعنی درجه یک اصلا نمیشه وصفش کرد از خانومیش و اینا. یه سری حرفا رو نمیشه زیاد زد. اینجا یه سری کارگرها تمام مریض شدن.
من بچه بودم اون وقت. اسهال خونی گرفتن اینا مریض شدم. آشپز از تهران آورد. اون گوشه اون در بزرگ، اونجا یه درمانگاه درست کرد. دکتر آورد. زور به زور میورد اینجا آشی، سوپی، چیز درست میگم به کارگرا میداد. داروشون هم اونجا میخوردن، آمپولشون میزدن، نمیذاشت خونهشون برن. میگه خونتون میریم بچه‌هاتون هم میگیرن. آره همه رو درمانش کرد. خیلی پدر بزرگ حدود کی با ساعتون بگم آقا داداش نمیدونی کی فوت کرد؟ دو سال بعد از انقلاب. دو سال بعد از انقلاب سال 58-9 با ما خیلی خوب بودن آقای تاجیک. من تصادف کرده بودم همین توی این اتاق، فرستاد منو آوردم اینجا. اون موقع سر کلم همه داغون بود. به من گفت غلام جان نمیشه به جنگ خدا بری، اگه میشد به جنگ خدا بری من 3 تا تریلی کارگر برات میفرستادم، برو الانم نمیخوام کار کنی، یک ماه کار نکن، حالت که خوب شد میخوام بفرستمت مشهد. این کارام میکردم برام. عیدا مثلا اگه به همه 1 تومن 5 دلار عیدی میداد به من 2 تومن میداد. روزای فوت سرهنگ یادتونه؟ ما خودمون رفتیم دفنش کردیم. آره مگه دوست دارین؟ کسی نبود. چی شد فوت کرد؟ چجوری شد؟ مریض بود دیگه، آلزایمر داشت. آخری آلزایمر گرفت بود. عجب. 1 سال فکر کنم بعد از انقلاب بود. آره. 1 سال بعد از انقلاب فوت کرد. یه پرستار داشت. خونه یا بیمارستان؟ نه خونه. خونهشون کجا بود؟ همون منیریه بود. بعد رفتن یه جایی دیگه دوله شمرون یه خونه خریدن اونجا بودن. کجا دفنش کردین؟ تو مقبره باجناقش. شماره ایناش یادتونه؟ نه. الان که اصلا بگم نمیتونم کجا به کجا ها. نه مثلا شماره مقبره ای؟ نه یادم نیست. یا مقبره فامیل مثلا فامیلی باجناقش چی بود؟ بهرینی. میشه پیدا کرد؟ آره. آرامگاه بهرینی. معروف پدر بزرگ فوت کرد. ولی مشغول بود دیگه. اون کارخونه پاستوریزر هم زمان با دو سه تا دوستاش زمین اولیه پاستوریزر رو خریدم، بعد اهدا کردم به کارخونه که اونجا احداث بشه که دامدار شیرش سرگردون نباشه تو تهران. ما وقتی که اومدیم بزن داستان اول سپه بور و جهانگیر که اومد، یه ماشین جوجه کشی داشت در مراد آباد. این جوجه جوجه میمردن. سرنگ بهش گفت جهانگیر تو برو نصر آباد مادرت، من گوسفند بهت میدم. سوار کردیم، اول زندگی جهانگیر از اون گوسفند شد که من بردم چروندم تا 1000 تا شد. یعنی برای چه مدت 1000 تا شد؟ تقریبا از 35 تا نزدیک 40. سال 1338 اولین سری داما از خارج آمد از امریکا. 3 نژاد فرستادن، فکر میکنم اینا مجانی بود به مرحوم پدر، که یکی نژاد هولشتاین بود، یکی براون سوئیس، یکی هم هرفورد، که امریکا میخواست ببینه اینا اینجا توی این آب و هوا میمونن یا نه. که اونی که دوم آورد نژاد هولشتاین بود. اون نژاد براون سوئیس پدر بزرگ اونو نگه داشت که تا زمانی که در قید حیات بود داشتش. بعد اونجا گاوداری تعطیل شد مراد آباد. دیم سالی 40 گاه وارد کرد، گاه برو فرودگاه. اولین بار بله. یعنی تا اون موقع اونجا گاو نبود؟ نه. یعنی گاو جدید هولشتاین نبود؟ نه بود اصلا نه. 40 تن گوساله با 2 تا نر امریکا بهش داده بودن به جهانگیر. ورده مورد آباد نگرداشت. بعدا که نصیرآباد گاوداری درست کردیم، اونا گاوداری ایرانی بود بود، سالونا رو تعمیر کرد و چیز که همون تو همون گاوداری چیز کردیم. تو گاوداری چی؟ نصیرآباد. بله. نه گاوداری خود سرچیز جهانگیر. پدر بعد از اینکه اینا رو آورد و روی هولشتاین کار کرد، اولین دستگاه شدیوشیر هم آورد که مال آلفالوال بود. اونجا توی مرادآباد شروع کردن. بعد اون موقع 3 تا واحد بود،
که هر دفعه سه تا گاو میومد تلیسه یا گاو میومدن میدوشیدن میرفتن سه تای بعدی. از اونجا شروع کردم بعد توسعه دادم. مرحوم پدر از امریکا بعد از اینکه اینا آمد و دید که هولشتاین اینجا دوام میاره رفت تلیسه های آبستن آورد که اینجا بیاد بعد از سه چهار ماه اینجا زایمان کنه، بعدم به قول من توسعه دامپروری. آقایی بود اونجا پدر باش آشنا شده بود چون توی اون ایالت تحصیل کرده بود، با این آقا آشنا شد. بعد اون تلیسه از توی امریکا میرفت میخرید میافرد توی دامداریش، بعد هم به مکزیک صادر میکرد هم به ایران. با چه وسیله میومد ایران؟ با هواپیما. میصرفید اون موقع؟ اون موقع تلیسه دونه اگه اشتباه نکنم 7,000 تومان بود. بعد کرایه هواپیما رو دولت میداد که تشویق بشن اینو وارد کنن. تجربه بود هم برای امریکا هم برای ما که این حیوان توی کابین هواپیما چقدر هوا میخواد، چه دمایی میخواد که صدمه نبینه. که اینو اول که آوردن این سری اول و وقتی رسیدن اینجا سرفه میکردن که اینا رو اون موقع یادش بخیر پدر میبره اینا رو توی اتاق خواب مهمونای پدر بزرگ توی مرادآباد، اونجا بخاری میذارن که اینا رو درمونشون بکنن. زمانی که سپاهان رو تأسیس کردن برای اینکه حیوانا رو بیان باربندا رو زودتر پر کنن یه هواپیما دو طبقه یه چیزی حدود نم 200 تا یا 250 تا گوساله ماده از شیر گرفته سوار اینا میکنه که بیاد برای سپاهان که حدود 60 تاش توی هواپیما خفه میشن که بعد با بیمه هواپیما چیز میکنن خسارتشو بیمه میده بهشون. رویه‌ای که سرهنگ سپهپور اینا راه انداختن توی ایران یعنی آوردن دام و اینها تا کی ادامه پیدا کرد؟ این دیگه ما کی مستقل شدیم خودمون دیگه تولید کردیم؟ فکر میکنم سال 55-56 ولی الانم باز هنوز نه دام شیری، حالا دام شیری نژادهای دیگه هستش که الان از کشورهای دیگه داره میاد که اینجا ببینن دووم میاره یا نه. مثل این مال نژاد سیمنتال جرزی هستش فکر میکنم اینا باشه. اون موقع تلقی بود که پدر اینجا شروع کرد یه دکتر آورد که تلقی مصنوعی رو اینجا به بچه های خودمون یاد بده. ما الان کاری که میکنیم وقتی که زمانی که گاو آماده تلقی هستش دکتر رو اون دیدش اینا چیکار میکنیم؟ من زمانی که میام از لحاظ رحم بررسیش میکنم، از لحاظ اینکه این رحم به قول معروف جمع شده باشه آماده باشه که بخواد اسپرم جایگزینی بشه و ماساژ میدم. زمانی که من ماساژ میدم از روی رنگ لیزابه باید رنگ سفیده تخم مرغ و شفاف باشه، یعنی از لحاظ تمیزی هم این رحم تمیزه، از لحاظ تخمدانی هم آماده هستش. بعد چیکار میکنیم؟ نکات بهداشتی رو رعایت میکنیم و تمیز میکنیم و تلقیش میکنیم. تفنگ تلقی هم الان حالا ما بر حسب اینی که به قول معروف عادت کردیم این کار انجام بدیم تو فصل سرما و گرما پشت رو کمرمون نگه می‌داریم که گرم باشه. اسپرم باید دمای بدن باشه، هیچ هر چیزی که باعث این بشه که شوک بخوره به این اسپرم از اون جلوگیری میکنیم دیگه، حتی از تفنگش. گوساله نر اونجا توی کاتالوگ نگاه میکرد اونی که به قول معروف کله گوساله کوچیک باشه که گاو وقتی میخواد بزاد سختی نکشه، بعدم روی تولید شیرش این گوساله نر رو می آورد اینجا اسپرم تازه می گرفتن رقیق می کردن و تلقی می کردن. پس در واقع می شو گفت مبدأ خیلی از این چیزا خود سرهنگ بوده.
سر در واقع تجربه خودش برای اولین بار هم انجام داده هم تجربه اول بوده توی صنعت. پدر بزرگ عقب بود، بچه‌هاشو کمک میکرد، بچه‌هاش که پدر و عموهای من باشه. اینا پدر این تلقی مصنوعی رو چون اونجا دامداری خونده بود آشنا شده بود، اینجا آمد پیاده کرد. پدر حالا به غیر از این یه که چقدر تو بهداشتش، کیفیت جنین، تو سلامت مادر، سلامت جنین، اینا خیلی مهم بود. بهداشت که به قول معروف اینجا باید از لحاظ بهداشت خیلی ملاحظه کنی، بعد هم این تلقی مصنوعی ها باید مواظب باشی که آلودگی رو از گاو به گاو انتقال ندین، خیلی مهم. بعد هم پدر کار دیگه هم که کرد یه به قول معروف تجربه کنه، نژاد شاروله، یه نژاد گوشتی بود که یه دونه نرش رو آورد اینجا. بعد گاوای هولشتاینی رو که کمشیر بودن از نژاد شاروله استفاده میکرد که گاوای گوساله دورگ باشه برای گوشت. یعنی هم شیر هم گوشت. بله. یعنی شیر کمتر بیشتر میره برای ادامه پیدا کرده. اون یه مدت بود و بعد حذفش کردن. یعنی نتیجه مطلوب نداره. تجربه بود براشون. اولین دستگاه شیردوشی رو که وارد شد فکر میکنم شاید دوربر 1340-41 بعد از اینکه این گوسالای رو که 38 وارد کردن اینا زایمان کردن، بعد رفتم دستگاه بیارن که اینو گاوا رو با دستگاه بدوشن به جای اینکه کارگر با دست بدوشه. بعدم اولین دستگاه سه تا گاوو در آن واحد می دوشیدن که دستگاه آلفا لاوال بود مال سوئد، با اون شروع کردن. قبل از این دستگاه شیر دوشی ما نداشتیم. این واحد و این سه رأسی رو توی مرادآباد توی مرادآباد این دستگاه پیاده شد، دوتا. حالا بعد قبل از اون مرحوم پدر بزرگ گاواشو بعد از اون که از صحرا می اومدن می بستن. بعد من بچه بودم هیچ وقت یادم نمیره که اینا رو کارگرها می اومدن با دست می دوشیدن، توی بیدون می زاشتن و می زاشتن تو قنات که آب قنات این شیر رو خنک کنه که ترش نشه. من هیچ وقت یادم نمیره یه چوده فکر کنم دوربر 15-20 تا پله می خورد بره پایین. اون پرش 50-60 کیلو دیگه؟ بله 40-50 کیلو. بعدم فکر میکنم شاید با گاری میبردن ماسپندی ها، چون کارخونه نبود اون موقع. پدر بزرگ با گاری شیرو میبرد کارخونه. بعد مرحوم پدر وقتی که این تعداد زیاد شد یه دونه وانت فولکس واگن داشت که شیر رو میذاشتن تو بیدو، میذاشتن عقب اون وانت فولکس واگن رو میبرد کارخونه. شما این تانکر شیر رو که میبینی میدونی اصلا فکر نمیکنه که شیر اول توی اون بود بعد آمد رفت اینجا. من امریکا بودم اونجا زندگی میکردم، به قولن کار میکردم و اینا. مرحوم عمو ایرج آمد امریکا، بعد ما رفتیم به دیدنش، بعد به من گفتش که بلند شو بیا ایران. خلاصه ما هم گفتیم چشم و بلند شدم اومدم ایران. بعد زمانی که من آمدم اینجا ایران انقلاب اتفاق افتاده بود، بعدم به خاطر حالا سل و بروسلوز یه تعداد زیادی گاو از این گله خارج شده بود. من آمدم اینجا دورور 9 تن 10 تن تولید روزانه شیر ما بود که اونو حالا به قول معروف با تجربه کمی که من اون طرف داشتم و آمدم اینجا اینم تازگی داشت برام، عشق و علاقه زیادی داشتم، شروع کردیم و که الان خدا رو شکر رسوندیمش به 40 تن در روز. من احمد محبوبی فرزند عبدالحسین متولد 1338 تولد نطنز شهرستان نطنز. آقا
شنیدم که شما از بچگی ظاهرا بله من پدر مرحوم پدرم مرادآباد تشریف داشتم مال پدر بزرگ آقای سپهپور بود جناب سرهنگ پدر شما برای سرهنگ کار می‌کرد بله 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 اون موقع همون گاودوشی بود و شیردوشی اینا بودن بله بعد اومدیم اونجا رو دیگه چیز گرفت مرقد امام اونجا رو گرفت اومدیم اینجا رو خریدم از بنیاد اینجا پدرم اینجا بود ما اومدیم اینجا که منم از اون سال دیگه من اینجا هستم بعدم گاو و گوسال و اینا رو یه مدت من خودم اینا رو پروربندی داشتیم اینجا که پدر به من گفتش که اینا رو ببر کشتارگاه تحویل بده بعد چیز کن که اینطوری به قول معروف من با کشتارگاه هم آشنا بشم که روالشون چجوریه یکی زیاران بود که بزرگترین کشتارگاه بود بعد دو تا کشتارگاه کوچیک دیگه هم بود خورین و خانلغز توی ورامین که اون موقع ما حواله می گرفتیم از سازمان گوشت که 10 تا گوساله پرور شده ببریم زیاران یا این کشتارگاه تحویل بدیم بعد پولشو بگیریم و به قول معروف تجربه بود برام من پدر خدا بیامرزم میدون داد به من که به قول معروف بیام و تجربه کنم و یاد بگیرم اونم معلم من بود بعدم چون پدرم آدم موفقی بود منم بهش اعتقاد داشتم و ازش راهنمایی میگرفتم بعدم باش مشورت میکردم که چی کار بکنیم چی کار نکنیم اونم یه معلم خوبی بود که یکی دو تا از اون کارا رو که شما پیشنهاد دادیم و ایشون گفت مثلا باری که الله خوبه من در موردش الان نمیتونم بهتون بگم حضور زد امیر کشتارگاه رفتن که ببینم چجوری شما گاوو که میبری اونجا چطوری کشتار میکنن بعدم از کجا توی کشتارگاه از حیوان میزنن اینه که اینا رو تجربه بود میرفتم کشتارگاه دوم گاوو که میخواستم ببرم از رو نشم چپ و راست میبریدن مینداختن زمین یا سرش رو که میخوام ببرن یه بند انگشت بالا یا پایین میتونه تأثیر بذاره روی گوشتی رو که شما داری تحویل میدی خوراکو اون موقع وقتی من از امریکا آمدم خوراکو با چارشاخ قاطی میکردن میریختن تو تریلی بعد بچه ها میرفتن روی تریلی با بیل میریختن توی آخور بعد من که آمدم اینجا یه میکسر گذاشتیم اینجا که خوراکو بریزن توی اون این میکسره اینو هم بزنه بعد تخلیه کنه توی واگن یه واگنم آمدم یه واگن روسی بود که کفش زنجیر داشت یه تریلی چارچرخ که این میرفت پای آخر و با گاردون تراکتور این کار میکرد که خوراک رو تخلیه کنه دیگه بچه ها بالای تریلی نه با چارچرخ بریزن توی آخر یه کارخونه بود اینجا جاده قدیم نه میرزایوه که اینجا خوراکسازی بود که مرحوم پدر داد پلت درست کردم برای گوساله ها که این پلت رو بدم بهشون تا اون موقع نبود بعد خوراکم اون قدیما فقط یه توفاله چغندر بود که خیس میکردن با سبوس و یه جو آسیاب شده قاطی میکردن با همو میختن جلوی گاوا ولی الان خیلی پیشرفت کرده که فرمول داره که چه مواد اولیه‌ای رو شما با هم مخلوط کنی که پروتئینش چقدر باشه انرژی چقدر باشه این چه تأثیری روی چربی میذاره یا روی تولید شیر اون موقعی که شما تشریف آوردید ایران و کار رو دست گرفتید و اومدید همکار پدر شدید اون موقع وضعیت خوراک یعنی شما اومدید چیزی اضافه که آپشنی اضافه کردید یا مثلا گفتید که اینم مثلا اضافه یا بلد بودن با نه با مرور زمان اینا وارد به قول من چرخه تولید شد که فرمولایی که برای گاو شیری نه کم شیر
پرشیر یا گاو خوشچه خوراکی رو باید بهش بدن، اینا رو یکی یکی وارد این صنعت شد. سیلو ذرت مرادآباد، من یادم نمیره، یه تراکتور کیس بود که بغلش اون چرخه رو داشت که یه نوار نقاله بهش بسته بودن، اینو وصل میکردن به چاپره، چاپره هم ثابت. بعد بله کارگرا میرفتن بیابون ذرت رو با داس میزدن، بار تریلی میکردن، میآوردن اونجا، میدادن به خورد این چاپر که سیلو ذرت رو از اونجا تولید شروع شد. یعنی شما علاوه بر اینکه دانشجو داشتین، خودتون تجربه میدانی هم کردین، کلی هزینه کردید که بله خودتون پیدا کنید که این چجوریه. هر روز با این تکنولوژی که ما داریم میریم جلو، هر روز یه چیزی اضافه میشه که کمک کنه به اون بقولن کار سابق یا تولید سابق. وارد کننده تلیسه به ایران پدر بود که چون رابطه داشت با این گاودارای توی امریکا، تلیسه وارد میکرد، بعد دامدارای دیگه که میخواستن شروع کنن یا توسعه بدن میومدن تلیسه از پدر میگرفتن، که ایستگاه واردات تلیسه اینجا بود. بعد خیلی از دامدارا اینجا آمدن، اینجا تلیسه بردن که شروع کردن. انجمن صنفی دامداران ایران، بله، در موردش از که ایدهش چیه؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ چرا تشکیل شد؟ یه کمک بزرگی به صنعت دامداری با زحماتی که به قول معروف حالا بزرگای ما به اضافه آقای مقدسی انجام دادن که تونستن اینو تشکیل بدن که دامدارای استان تهران دور هم جمع بشن، مشکلاتشون رو اونجا مطرح کنن، نیازاشون رو اونجا مطرح کنن و با هم فکری چطوری این مراحل رو ما پشت سر بذاریم. دقیق تو ذهنم نیستش، ولی فکر میکنم شاید دوربر 5-6 سالی باشه. پیش از این یعنی خود دامدارا مشکلات رو نمیتونستن حل کنن؟ همه جداگونه، ولی اینی که بیایی مشکلتو بشینی با همکارای دیگر تبادل نظر بکنی خیلی مهمه. اینم این انجمن این خاصیتشه که الان ماهیانه دور هم که جمع میشیم با هم تبادل نظر میکنی، هر کی مشکلاتش رو میگه که بعد آقای مقدسی اینو انتقال میده به ادارجات دولتی که ببینیم چطوری میتونیم این مشکل ها رو ما حل کنیم. یه هم فکری، محل هم فکری. شمشیر از کجا شروع شد؟ چی شد اصلا؟ شمشیر کمک بزرگی بود به صنعت گاوداری. من دامدار همیشه شب عید شیر رو دستم میموند، نمیدونستم چی کار بکنم. اینه که میباید بیام زیر قیمت بدم به کارخونه که شیر نمونه، ولی با این کارخونه شمشیر که من جزو سهامداراش هستم، اینو ما تأسیس کردیم که شیر اضافه بیاد بره اونجا، شیر خشک بشه به اضافه حالا کره هم که الان دارن تولید میکنن، که این خدا بیامرز آقای صفاری با آقای حجتی که بزرگترین خدمت رو به این صنعت کردن. الان مثل شمشیری همچین چیزی تو ایران داشتیم؟ نه خیر، ما از طریق تعاونی مهر قرار بود اینجا یه کارخونه بزنیم، کارخونه شیر، که اون موقع ظرفیتش 150 تن ظرفیت کارخونه بود که زمان آقای فروزش و خدا بیامرز آقای رفسنجانی آمدن و موافقت کردن
ولی گیر کرد که اینجا نزدیک تهرانه و 120 کیلومتر بری بیرون. اینه که اون پا نگرفت. بعد کال دنبال این بود که شیری رو که می اومد از من می گرفت می برد آمل تبدیل می کرد و می آورد تهران، یه جا کارخونه توی تهران بزنه، که من کاله رو با تاوانیمون دست به دست دادم که بیاد اینجا کارخونه رو بزنه. پس این چیز شما این یعنی؟ من واسطه بودم که کاله بیاد اینجا این کارخونه رو بزنه، که هم به قول معروف شیر من اون طرف دیوار بره کارخونه، کارخونه و دامدار کنار هم دیگه باشن، به اضافه اشتغال زایی که برای این منطقه میشه. الان شما شیر روزانه‌تون اینجا میره؟ من الان حدود 6 روز در هفته به اینجا میدم، یه روز در هفتم به شمشیر. فکر توسعه، شرایطش، امکاناتش چجور هست؟ اصلا بهش فکر میکنی؟ به قول معروف به راجبش فکر میکنم، منتظر اینم که بای بشه پسرم بهرام اگر چیزش کنم علاقه من بشه که توسعه بده، ولی اینجا رو به نظر من دیگه توسعه امکانش نیست، چون دورورم همش داره ساخت و ساز میشه. الان از لحاظ نمیدونم صنایع آلاینده، بعدم این ساختمونایی که دورورم میسازم میگن گاوداری بو میده، اینه که دیگه اینجا نمیتونی دووم بیاری. اون اولش که شروع کردیم با دستمال کاغذی بود که اولا قیمتش گرون بود، بعدم یه بار مصرف بود و آلوده کردن محیط زیست. اینا شهناز خانم هر روز هولایی که استفاده شده اینجا میشورن و خشکش میکنن. و تعدادش چقدر استاد؟ 3600. اینه که ما الان پارچه میخریم، توپی میدیم بچه های خانم بچه هامون اینجا اینو میبرن و میدوزن، حوله به ما میدن و از حوله استفاده میکنیم. مزیتش چیه حوله نسبت به دستمال؟ محیط زیست. این کاغذی رو که ما مصرف میکنیم میریزیم دور، بعد این تو محیط زیستمون چه خسارتی به طبیعت میزن و اینا. اینه که ترجیحاً حوله استفاده میکنی که کمتر به محیط زیست صدمه بزنی. اینجا حالا به قول من دارم تولیدم رو حفظ میکنم، اشتغالزاییم رو دارم حفظ میکنم، ولی حالا برای نسل بعدی که بهرام پسرم باشه اون دنبال اینه یه جا پیدا کنه که ببینیم اگر چیز بشه جا به جا کنیم اینجا رو. بگم شما الان ملکتون اینجا ارزش افزودش چاید ده ها برابر تولیدی که شما میکنی؟ اینو اصلا نباید تو این خطا بری. اگه اینطوری بخوای فکر کنی این کار اصلا اشتباه است، ولی من پدر و پدر بزرگم با عمو ایرج اونا معلم من بودن، بعدم اونا دنبال به قول معروف پر کردن جیبشون نبودن، دنبال این بودن که یه خدمتی به مملکت کرده باشن. دوستی بنده و خاندان سپهبور اول با پدران، بعد رسید به پسران و این نهضت ادامه داشت که اونا خدا رحمت کنه که رفتن و ما با بچه ها صمیمی‌تر از گذشته با هم نزدیکیم، با هم دوستیم و این خانواده بسیار خانواده محترم، مورد احترام و اصل قضیه ریشه دارن، ریشه دار. یک کلمه من از شما میشنوم، از شماها، از شخص شما، از دیگران میگه من سفره دارم، این یعنی چی؟ اینجا بچه‌ای هستن که پدرشون اینجا کار میکرده، بازنشسته شده، رفته، پسر آمده جای پدر. الان این آقای عباس جعفری
سرکارگر اینجا بود، پدرش هم برای گله گوسفندار پدرم بود، بعد از پدر پسرش مشتباس بود، الان هم من با پسر مشتباس که احمد جعفری کشاورز الان دارم با اونم کار میکنم، ذرت و اینا برای کشاورزای محلمو که میکاره من خرید میکنم، اون رابطه من و کشاورزه. ما با جویی به علت این که این نزدیکی هم از نظر همکاری و سوال و جواب و نرخ دام و گوساله و بعضی مواقع هم قرار نهار یا شام دور هم دیگه، این دوستی به همین خاطر بیشتر از پدران ادامه دارد و تا این دقیقه هم که هستیم ما در خدمت اون عزیزان هستیم و با هم صمیمی هستیم و زندگی میکنیم. خلاصه چقدر فکر میکنید که بچه شما مثل شما بشه؟ حالا با شرایطی که دوره داره عوض میشه؟ اینو ببینیم، من باید کنار پسرم باشم، پشتش باشم، ازش حمایت بکنم که بتونه حالا راهی رو که من دوست دارم بره یا خودش دوست داره بره کنار هم باشیم بریم جلو. بعدم آرزوی هر پدر مادر اینه که بچهش موفق باشه. حالا من چون این کارو بلدم، تجربه دارم، میتونم به قول من رو راهنماش باشم، کنارش باشم که این راه رو بره جلو و موفق باشه. الان که خیلی با هم خوب شدیم، ولی قبلا خیلی سختگیر بود و یعنی سختگیری تند یعنی و شدید سختگیری میکرد دیگه، هی فشار میذاشتم که زود بری گاوداری ها. یعنی یه زمانی میگفت اگر قبل من برسی گاوداری بهت حقوق میدم. احتمالا شما هم مثل من برخورد کردید با کسانی که دوست دارن زودتر مثلا پدر سرشو بذار زمین جمع کنن برن؟ اونم هستش متاسفانه، ولی به قول معروف توی این دنیا همه تیپ آدم هستش، آدم اون انتخابش تصمیمش باید درست باشه. از بچگی من با بابام میرفتم مثلا مسافرت و اینا، دوستاش همه بازاری های قدیمی بودن، بازار فرش و اینا دیگه. بیشتر به جای اینکه با همسن هم بزرگ شدم، با چهار تا پیرمرد بزرگ شدم، فرهنگشون رو انتقال دادن به من تو همون صحبت هایی که با هم میکردن و برنامه هایی که میذاشتن، حالا مثلا میخواستن خرج بدن جایی یا مثلا هر کاری که میخواستم بکنه. به نظر نتیجه شایسته‌ای برای سرهنگ بودی تا الان؟ فکر نکنم. یعنی چی؟ میتونستم بهتر باشم، میتونستم خیلی کارهای دیگه بکنم که به این گاوداری کمک بکنم، نکردم. ببینین، دام داری یه شغلی 24 ساعته، بعد با این تعطیلاتی که ما داریم بچه ها دوبله میگیرن، اینه که هزینه تولید من میره بالا، یکی اینه، یکی نهاده هاست که امروز یه قیمت داره فردا یه قیمت دیگه. این جوز و رد یه حدود فهم کنم شاید یه ماه پیش اینطورا یه چی دورور 6,000-7,000 تومان بود، الان رفته روی 10,000 تومان. اینه که یه متاسفانه ثباتی نیستش روی چیزایی که نهاده ها، اینه که اینا رو که وقتی شما باش روبرو میشی جواب نده، از لحاظ نقدینگی من تولید کننده لنگ میزنم، اینه که مجبور میشم دامم رو بفرستم کشتارگاه، وقتی بفرستم کشتارگاه تولید میاد پایین، تولیدم بیاد پایین، مملکته که صدمه میبینه. ما باید 6 ماه بجنگیم با کمترین قیمت تازه بتوانیم
قیمت تمام شدهمونو بگیریم. با یه نوسان قیمت میریم تو حاشیه ضرر. خب دامدار چیکار باید بکنه؟ جزی که گاوشو بکشه بده بقیه گاوا بخورن. من به یکی از مسئولین گفتم گاوام گوشخوار شدن، گفتم مگه گاوام گوش می‌خوره؟ گفتم بله، وقتی شما 6 ماه سال رفته قیمت شیر رو دیر ابلاغ میکنید یا بررسی نمیکنید، من چیکار باید کنم؟ بعد از هر 100 تا گاو 10 تاشو بکشم بدم بقیه‌اش بخورن، این میشه گوشخوار دیگه؟ شما داری له میشی، یعنی نهاد فروش که داره حالشون میبره، واسطه و دلال هم که اون آقا هم که وزیر و وکیله که حقوقش ببینیم مصرف کننده هم صدمه میبینه، چون وقتی قیمت شیر من بره بالا اون مصرف کننده شاید توان خریدش رو نداشته باشه، اینه که از سفرهش حذف میشه. الان قراره چی بشه؟ الان قیمت شیر؟ والا آقای مقدسی الان داره قراره بره صحبت کنه ببینه که ای بشه قیمت شیر رو ببرن بالا. قیمت شیر خام دیروز در صدا تنظیم مازار دولت 14 که اولین جلسه شد مجددا مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد به قیمت 18,000 تومان. حالا نهاده ها را هفته پیش بود انجمن بودیم که انجمن بیاد با وارد کننده ها صحبت بکنه، این نهاده ها رو انجمن بخره و بده به اعضای انجمن. حالا این داستانی که الان تو تورم و این گرونی ارز و اینا که شده روی خرید علوفه برای اینا خب خیلی مشکل ساز شده، خیلی زیاد. اینو میتونم بگم که اینا خیلی درگیر این داستان هستن و این بالا پایین قیمت شیر، مشکلاتی که با کارخونه ها دارن، من در این حد میدونم که بگم که خیلی اذیت دارن میشن. من که همیشه راضیم، ولی خب نوسان بازار همیشه هست دیگه، تو مملکت که داریم زندگی میکنیم همیشه هست. مثلا چه ماهی قیمتش بالاه، بازار گرمتری داره، و که بازارش رو به رکوده. اینا رو بدونی، بتونی صبر کنی، به وقتش بتونی بفروشی، میتونی یعنی اون چی کاسبی معقولی که بتونی انجام بدی رو انجام بدی. من چیز نیستم، چون نه من با دلار کار میکنم، ولی نهادهایی که میاد روی اینکه به اندازه کافی بریزن تو بازار یا نریزن، اون روی قیمت نهاد تأثیر میذاره. ولی دلار به قول معروف وقتی قیمتش بره بالا، این جنسایی که جنس که واسهتون بگم لوازم تراکتور، نمیدونم لاستیک یا نمیدونم استارت تراکتور، باتری تراکتور و اینا، روی اونا تأثیر میذاره. قیمت ایدئال شیر به نظر شما الان چند باشه که برای شما بسرفیم چراغ روشن بمونه؟ ببینید من گفتم، ببینید من دنبال این نیستم که جیبم رو پر کنم، ولی یه چیزی باشه که صرف کنه، من علاقه من باشم که این کارم رو ادامه بدم. میدونی بتونم نهاده رو بخرم بدون اینکه برم بانک وام بگیرم که نهاده بخرم، مثلا ملکی بفروشی یا دارایی بفروشی. بله. اون قیمت ایداله چنده؟ چقدر فاصله داره؟ فکر میکنم باید دورور 20 تومن. ما الان با اون خیلی فاصله داریم. بله الان 15 تومنه که باید 5000 تومن بیاد روش که بشه 20 تومن. ولی به شرطه که این نهاده باز قیمتشو نکشه بالا. نکته اینجاست. بله. الان سیلو ذرت رو من خریدم 3150 تومن مال دزفولو، که یه چیزی حدود فکر 700 تومن هر کیلو کرایه خورد. الان کشاورزای اینجا میگن 3100 تومن. الان اون کودی رو که کشاورزه لازم داره قیمتش چند برابر شده، بذری رو که میخواد بکاره قیمت رفته بالا، اینه که چی میگن تعادل نداره. خوشبین هست شما؟ انشالله. بعد بریم جلو، هیچ فعالیتی بدون درد سر نیست، همه یه درد سری داره، ولی حالا هرچقدر کمتر بهتر.
فردا صبح جوی سپهبور بیدار نشود. بله. از شما چی یادگاری میمونه؟ چی دوست داری مردم بگن؟ امیدوارم بهرام بتونه یک چجوری بگم؟ جایگزین همیشه هر کسی یه جایگزینی داره. یه جایگزینی داره. بله. حرف قشنگی زد بهرام. منتها خب خیلی فاصله است تا تجربه های پدرشو بخواد به دست بیاره، ولی میتونه فکر کنم. یه ذره سختی سخت هست براش، ولی انشالله اون فاصله رو بتونه پر کنه. وقتی این آروم آروم ما اومدیم نزدیک شدیم به جویی عزیز، وقتی هم که هم جهانگیر و هم ایرج هر دو فوت کردن، دیگه ما قفل شدیم به جویی عزیز. مهمونی ها بود، جویی بود. من الان اغلب مواقع با هیچ کسی رفت آمده مهمونی دوره‌ای خیلی کمه یا نیست، اما با جویی دارم، هنوزم دارم. اینجوری ما با هم هستیم، دوست داشتنی جوی، اونم خصوصیات پدرشو داره، اونم اون یه چیزای خاص در سپهپورا هست، در خیلی کسا نیست، نه همه سپهپورا، جهانگیر ایرج در خیلی کسا نیست عزیز من. اینا یه آدمای خاصی هستن. خب این آقای جوی خان اون پدرش بوده، اون عموش بوده، زیر دست اون فرشته ها که رفتن بار اومده، بزرگ شده، یه چیزایی از اونا داره دیگه، اون خصوصیات اونا جون شده با جویی عزیز ما که همین شما گفتید. من اعتقادم اینه، آدم اگر کارش درست باشه بعد از اینکه بیدار نشدی هیچ وقت پشت سرت بد نمیگن، هیچ وقت نمیگن نمیدونم سپهپور این کارو کرد یا اون کارو کرد، همیشه با یه اسم یادگاری نیک به جای گذاشتی. این خانواده سرهنگ، جهانگیرخان و جویی چه خاصیتی داشتن؟ شما خانوادگی پیش خانواده خیلی خوبی بودن. اینا نورسونن، بسیار مهربونن، خونگرمن، خیلی فعالیت دارن. از بنیاد این دامداری در ایران اینا به وجود آوردن. دامی در ایران بود، کم بود، اینا از خارج وارد کردن که الان دام زیاد. اصل ریشه دام دست آقای سپهپوری اینا بوده. خیلی خدمت کردن به این مملکت. نوه خوبی برای سرهنگ بودی؟ فکر میکنم من نباید اینو بگم، اون کسایی که با من برخورد میکنن اونا باید قضاوت کنن. بوده که مثلا دامدارای دیگه بخوان شما رو جذب کنن شما نرفتید؟ بله بله بله. چرا نرفتید؟ به خاطر خوبی اینا، مهربونیشون. من اصلا دلم نمیاد اینجا رو ول کنم برم، به خاطر اینا هم خوبن، هم مهربونن، هم با گذشتن. ما الان به صورت کارگر و کارفرما کار نمیم، ما دوتا رفیقیم، دوتا رفیق قدیمی هستیم. کار خیلی کردی که دوست نداری بگی، ولی به ما بگی. من کارهای خیرم به این چیزای خیریه هست که کمک میکنم. یه جای دیگه هستش، ماهی 500 کیلو شیر من بهشون مجانی میدم، آدم های سالمنده، آدمایی که به قول معروف مثل من و شما روی پاشون نمیتونن وایستن، اسم تشکیلات رو نمیگم. یه خاصیت که دارم، من پول رو زمین پیدا کنم هیچ وقت تو جیبم نمیذارم. وقتی دارم میرم اگه یکی سری رو من ببینم که به نظرم محتاج میاد اینو میدم به او. خیلی مهربونه. بله جویی خیلی آدمه، واقعا آدم مهربونیه، خیلی خیلی خیلی. به نظر میاد که اسم شما رو اونجا نوشتن این ماموره که بره این 20 نفر رو مثلا یه دستی بگیر و گاوداری بهانه است. بنظر چی میمونه از این داستان؟ خدا به ما یه ماموریت داده که بیایم این کارو بکنیم، یه
خاصیتی هم به قول معروف برای هم نوع خودمون و برای جامعه یه خاصیت. بله شما هم این فکر رو پس میکنید؟ بله من میشه این فکر رو نکرد. خیلی ها رو من میبینم. من نمیتونم هی دمت میگه من مثلا دمت بزرگ کنم ست بزرگ میگم. خب من چیزم این بوده که این چیز رو که پدر زحمت کشید من حفظش کنم. اینو چیز نکنی. باشه. یه که گفتم یه خانومیه فکر میکنم اونم 80-90 سالشه با چادر. این 20 یا 21 میاد اینجا از حسن آباد میاد اینجا. من یه پول تو جیبی بهش میرم نمیدونی چقدر دعا میکنه. همه این برای من لذت بخشه که خدا کاری کرده که من بتونم این کارو بکنم. کمکم کن چشم عمل کن. مال سه برجم بدم میدونی چقدر ثواب میکنی. دور تو بگردم. قربونت برم. حافظه. نبرو انشالله سلامت باشی. نون منو میدی. الهی من دورت بگردم. برو دیگه فعلا خداحافظه. خداحافظ. نه آبروی خانواده رو حفظ کردم تا جایی که من اعتقاد دارم. دشمنم داریش با این اخلاقه؟ خدا نکنه. فکر نمی کنم داشته باشه. من تا حالا بالاخره هستم تو بچه ها و اینا حاشیه نمیشم هم راجع بهش. خدا نکنه. مدیریت کردی اجازه ندادی که؟ نه طوری رفتار کردم که دشمن نداشته باشم. آدم رفیق ارزشش خیلی بیشتر از دشمن. این که به جای دشمن رفیق داشته باش. جای پدر منه. من از بچگی اینجا بودم دیگه. جای پدر من علا حساب میشه. خیلی آدم خوب و با شخصیتیه. من غالبا دوستش دارم. اگه دوستش نداشتم این نشونه اینه که من 48 سال اینجا فعالیت دارم. این نشونه دوست داشتن آقای سپهبوره. و اینم ول میکردم میرفتم. روز اولم که من آمدم تو این صنعت و تو این دامداری برای من سوال بود. یه چیزی که خیلی جالبه تو وجود آقای سپهبور پشتکارشه. شما دقت بکنی از اون سر تهران صبح ساعت 6 دامداری حاضره. خیلی جوانای ما اصلا حاضر نیستن ساعت 8-9 صبح تازه از رخت خواب بلند شن. ایشون تو این سن از این اون فاصله دورپا میشه میاد بالای کار هست هر روز صبح تا بعد از ظهر. واقعا به نظر من جای تحسینه. من جای ایشون بودم با این هزینه با این سرمایه‌ای که زیر پام هست نمیدونم اصلا دیدین شما وسعت این فضا رو و فرصت‌های بسیار زیادی که الان توی اقتصاد امروز برای سرمایه گذاری تو این فضا هست. واقعا این صنعت رو برمی‌کردم با این همه مشکلاتش می‌رفتم زندگی خودم می‌کردم، کیف دنیا رو می‌کردم، برای خودم زندگی می‌کردم راحت با درآمد فوق‌العاده زیاد. ولی ایشون میگم عرق به صنعت داره، به این صنعت چون از پدرش پدر بزرگش بهش رسیده یه جور هم می‌دونی به نظر من احساس مسئولیت می‌کنه برای رسوندن این صنعت به نسل خودش پسرش. این خیلی جای تحسین داره. تو دنیای امروزی شما رو برو صنایع دیگه رو ببین، پدر به پسر به دو روز نرسیده میفروشه یا خونه میسازه تموم میکنه میره. صنعت دیگه وجود نداره. ولی ایشون نه، به صنعت اهمیت میده. این خیلی خوبه. مثل شماها دیگه ننه نمیذار. چرا؟ مثلا مثل سرهنگ، مثل شما، مثل حاج محمد صفاری، مثل جهانگیر خان، این آدما اینا کم شدن. نه دیگه زایده نمیشن. ما نمیبینیم، نمیدونم. باید باشه. 100% نمیتونه از بین بره. ولی ممکنه تعداد کم شده باشه. اونم متاسفانه به خاطر این سختیایی که ما داریم میکشیم. ما تابستونا اصلا تفریح اونجوری نداریم. یعنی جویی اصلا به خودش مرخصی نمیده. من بیشتر وقتا که برم پیش دخترم ببینم تنها میرم. خیلی کم پیش اومده جویی هم بیاد، همش نگران کارشه.
حتی چند بار بهش گفتم از این دوربینا بذار که وقتی هم میری مسافرت بتونی محل کارتو چک کنی، خیالت راحت باشه، ولی نه. کارم که میری، من خواهش میکنم از بعضی از آدمایی که اینجا کار میکنن که تو رو خدا بهش زنگ نزنیم وقتی ما رفتیم سفر، بذاریم یه ذره فکرش آروم باشه و اینقدر درگیر کار نباشه، ولی خودش ول نمیکنه. واقعا میگم اینه که من بیشتر اوقات تنها میرم مسافرت. من مرحوم پدر بزرگم هیچ وقت یادم نمیره توی تاسو آشرا بود مرادآباد، نمیدونی چند تا دیگ بار میذاشتن، همه میومدن ظرف میگرفتن میرفتن. الان به خاطر اوضاع احوال اقتصادی مردم همین تاسو آشرا یارو به جای که یه دونه ظرف یا دو تا ظرف برداره 10 تا ظرف برمیداره. اینه که از لحاظ نقدینگی مردم دارن سختی میکشن. گفت جویی میاد خونم انگار سر کاره. منم همیشه ازش گله‌مندم، ولی خب دیگه میبینم کارشه، حرفشه و خیلی اصلا با این کار زنده است. منم دیگه حرفی چیزی نمیزنم. اینو جدای از زندگی شخصیشون نمیبینم، میدونین هم یه جوری قاطی شده با هم دیگه. یعنی وقتی میاد خونم جویی، من باور کنید میخوام اقراق کنم، باز فکرش اینجاست. آدمی نیست که بگه خب من الان رسیدم خونه، کارمو بذارم پشت در، تلفنمو قطع کنم. ابدا. اونجا من علاقه دارم به گل و گیاه و اینا. اینه که خونه که میرم، میرم سراغ گل و گیاه و پرنده و این چیزا. یعنی استراحت و اینا کلن کارتون نیست؟ چرا؟ وسطش یه ساعت میرسم خونه، یه چرتکی میزنم از اینجا که من راه میفتم دروبه 2 ساعت و نیم تو راه. بله. اینه که اونجا که میرسم یه نیم ساعت یه ساعت یه چرتی میزنم، ولی پیشنگ که برم تو یه برکه دارم که نیلوفر آبی و ایناست که اینا رو میرم یه نگاه میندازم و منو روحیم رو تقویت میکنه. پدر بزرگ و پدر و عمو و اینا معلم های من بودن که به قول آره من بچه بودم، تجربه نداشتم، ولی اینا زحمت کشتم تجربه رو برای من پایه‌گذاری کرده که این مسیر رو من برم جلو. آقای تاجیک، من میخواستم برم، گفتم ببینم کاری داری، اگر نه که دو میز دیدار آینده. قربون شما، خداحافظ.